پنجمین مسابقه عنعنوی فوتبال خرد برای به دست آوردن جام کلوب استقلال در سال 2022 که بخشیده به 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جریان داشت به انجام رسید. پیش از بازی نهایی جام استقلال 2022 دستهای فدراسیای فوتبال تاجیکستان و شبکه‌های برقی دوشنبه برای به دست آوردن مدال‌های برنجی مسابقه اندر میدان رقابت شدند. نروسنجی دستاو از آغاز تا انجام جالب دیدنی و با حمله های طرفین صورت گرفته با پیروزی فوتبال بازان فدراسیای فوتبال تاجیکستان به انجام رسید. در وقت اساسی بازی دستاو با دروازه یک دیگر یک گلی زدند. اسایت دسته شبکه‌های برقی دوشنبه رمضان شمسی‌دین در قسم اول دیدار با زدن گل دستیو و دستش را به پیش برآورد. در قسم دوم نروسنجی عبدالله سقیف بازیگر فدراسیای فوتبال تاجیکستان با ضربه نشانرسی خیش گل جوابی را زد و نتیجه را برابر نمود. اینچنین دلاور تورعلیف اسایت دسته شبکه‌های برقی بنابر دغلانه ویران نمودن قاعده بازی با کارت سرخ مجازات شد. غالب بازی مذکور در سلسله ضربه‌های 6 متره معین گردید. در زدن ضربه های پنالتی فوتبال بازان دسته فدراسیای فوتبال تاجیکستان مهارت والا نشان دادند و با حساب 4-3 پیروزی به دست آوردند. شکر که به همگان معلوم بود دسته برق فروش برق در گروه در مو با ما در یک گروه بودند. از همه بازی وزمین در گروه با همین دسته بود چون که همش بچه های جوان بودند بازی میکردند. این روز هم بازی با آسانی ما غلبه نکردیم. بگیم وی هم نداشتیم، بازینگران احتیاطی هم نبود، همون 5-6 نفره بود با همون بازی کردیم. بازی مساوی شد. خیلی چخل میگن لطره ما غالب آمدیم. شخصانی مسئولی که عهده دارن وظیفه های بلند قدرت رو یک جام استقلال رو نگاه نکرده چونین مسابقه رو در یک ماه اقلا یک مراتبه برگزار کنن بهترین میشود، خوب میشود برای شخصانی که از صبح تا شام در اتاق کاری میشینن بهترین میشود. در رقابت نهایی جام استقلال 2022 اید با فوتبال خرد دو دسته پرقوت مسابقه و ویلان و استقلال با میدان برآمدند. دیداری دسته های مذکور از آن جهت جالب بود که در حیات هر دو دسته یک قطار از سابق فوتبال بازان تیم ملی کشور از آن جمله محسین محمدیف، خورشید محمودوف، اسکندر جلیلوف، جهانگیر جلیلوف، عادل ارگاشف هنرنمایی نمودند و منظور مخلصان یک بازی کسبی را به نمایش گذاشتند. دسته وویلون که پیوسته در مسابقه های فوتبال خرد میان دسته های غیر کسبی فعالانه اشتراک نموده زینه های افتخاری را صاحب می شود. در فینال رقیب پرقوت خیش تیم استقلال را شکست داده صاحب جام کلوب استقلال شد. دو گل دسته وویلون را خورشید محمودوف به هدف رسانید. گل یگانه دسته استقلال را باشد جهانگیر جلیلوف وارد دروازه وویلون کرد. یادآور میشویم که دسته وویلون قبلا دو مرتبه در بازی نهایی مسابقه مذکور شرکت نموده مغلوب گردیده بود. پس از انجام بازی نهایی در یک فضای تنتنوی مراسم جایزه سپاری مسابقه برگزار شد. در مراسم جایزه سپاری رهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان یک قطار از فوتبال بازان تیم ملی فوتبال کشور و دسته استقلال اینچنین مسئولین برگزاری مسابقه اشتراک نمودند. در جام استقلال فیروز بازاروف از هیئت دسته وویلون بهترین دروازه‌بان مسابقه دانسته شد. شهزاد سلیمانوف از هیئت تیم استقلال با 15 گل نشانزنی بهترین مسابقه گردید. جایزه بازینگر بزرگسال مسابقه با سعید اسرار سعیدوف از دسته دیار تریول تقدیم شد. هیئت فوتبال بازان دسته فدراسیای فوتبال تاجیکستان با مدال های برنجی و 20000 سومانی مکافات پولی سرفراز گردیدند. لازم به یاد آوریم که تیم فدراسیای فوتبال تاجیکستان 3 مرتبه صاحب جام استقلال گردیده است. بازینگران تیم استقلال باشند با مدال های نقره و 30000 سومانی قدردانی شدند. غالب مسابقه دسته وویلون در برابر مدال های طلا جام اینچنین 50000 سومانی قدردانی شد. مقصد اساسی راه اندازی گردیدن جام کلوب استقلال میان کارمندان وزارت اداره ها این پیش از همه برای رشد فوتبال در کشور و از اتاق های کاری به میدان های ورزشی برآوردن کارمندان ساحه گوناگون میباشد. جام کلوب استقلال باری اول سال 2013 برگزار گردیده بود. اول تشکری خودمون رو با کمانده دسته استقلال و با کلی تدارکات میرسونیم که در مدت زیاده از یک ماه خیلی مسابقه را در سطح عالی در سطح زیبا مسابقه خیلی خوب بود و خودتون شاید بید که فینال خیلی تیز تون گذشت. ما روستی گاب یکم بار در این مرحله در این مسابقه چمپیون شدیم
و خیلی فینال خوب بود دسته استقلال خیلی خوب با ما بازی کرد.